زمانی که شتران تازیان ایران رو، نه فقط ایران رو، بلکه آفریقا، آسیا و اروپا رو زیر سماشون له میکردن و فرهنگ تازی پرستی، فرهنگ وحشیانی که به عقیده من خدا را ستمگر به ما نشون میدادند، یه فرهنگ جلوش ایستاد و اون حکمت خسروانی بعضی هم میگن، بعضی هم میگن فرهنگ ایرانه. من عقیده دارم که اون ایران شهریه، اون اندیشه و فرهنگ ایرانیه، تمدن ایرانیه که در اون خداش مهربان دوستمونه، هنرش کشنده نیست، در پرسپولیسش برده نمیبینی، همه گل دستشونه، دست در دست همه، هم نجات پرستی نیست. و این وجود حقوق بشر که در ایران شکوفه میزنه همیشه در ادوار مختلف در این پادشاهی ما بوده. در دوران پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی نقش بازی میکرد، امید جهان سوم بود، همونطور که براتون خونده بودم در دوران رضا شاه امروز محوش کردن بی بی سی ها، تلویزیون های لندنی، تاریخ رو من برای شما از روزنامه های عرب زبان آورده بودم. در زمان رضا شاه روزنامه های عرب زبان رضا شاه ایران رو امید خلق های مظلوم اعلام کرده بودند. زمانی که الجزایر، لیبی و بسیاری از کشورهای عرب زبان زیر سلطه مستقیم فرانسه یا انگلیس بودند، زمانی که در بسیاری از کشورهای همین هندوستان که اون موقع زبان فارسی رو هنوز انتلکتوئل های اونها صحبت میکردن، رضا شاه ایران بود که در روزنامه و نوشته هاشون به عنوان قهرمان ملت های زیر ستم ازش یاد میشد. امروز کسی اینو دیگه به شما نمیگه، منم فقط یادآوری میکنم، تو برنامه اسم روزنامه رو بردم. یه روزنامه فرانسوی اومد به ایران توهین کرد، رضا شاه قطع روابط کرد با کشور فرانسه، رئیس جمهور فرانسه، بذارید حالا واژه میگم شکرخور، یعنی براتون خوندم، مجلس فرانسه، رئیس جمهور فرانسه، روزنامه هاشون شکرخوری کردن از ایران در برای رضا شاه. رضا شاه داده عالم حسابشون نکرد، یه سال گذاشت پشت در بمونن. شما فکر می‌کنید مثلا یه الجزایری وقتی اینو میدید چه حسی میکرد؟ چه نقشی این رفتار رضا شاه داشت یه روزی جنبش استقلال الجزایر؟ چه نقشی این رفتار رضا شاه داشت که ما ایرانی‌ها فراموش